من تو کارم مایوس شدم، آره زیادم شدم. چیزی که منو خیلی مایوس میتونه بکنه بیکاریه. چالش خیلی سختی هم هست. چون همیشه میاد مایوس شدن اصلا جزئی از وضعیت زندگی. من یاد گرفتم مهم نیست چه اتفاقی میفته. باید باهاش مبارزه کنی. هدف هم همینه. و برای من شاید مهمترین چیزی که توی کلاس اتفاق میفته انتقال اطلاعات نیست. خیلی فکر میکنم به این که رو هر آدمی نسبت به خودش بتونم اثرگذار باشم. اول دوره چند نفر همیشه هستن فوق العاده بچه های دست باعتماد به نفس پایین. ایمیل میگیرم از دانشجوهامون که معمولا یکی دو سالم گذشته از رفتنشون. اینها معمولا آخر دوره چنان متحول میشن و کارهای انجام بوده که دیگران نمیشه. همه رو نگه میدارم، اسکرین‌شات میگیرم برای اینکه روزهایی که تو زندگی ناامید میشم اینها رو نگاه میکنم و میفهمم که نه مفید بودم تو زندگی. واقعا از ته قلبم خوشحال میشه. تو دوره هنرستان دقیقا به همین سوال فکر میکردم. بعد احساس میکردم انگاری چون تا الان اومدم باید از این بعد چم برم. ما تجربه هایی که تا امروز شده رو یه بار دنبال میکنیم که دیگه مجبور نشیم اینا رو تجربه. گفتگوی داخلی که بس خیلی وقتا میتونه باعث بشه که بچه ها به یه ایده جدیدی برسن. هر دو سالات بگم یک بخش نصف زندگی من تشکیل میده، به دلیل که اگر من قرار باشه که هم تایمم برای تدریس بذارم و کار نکنم چیزی رو ندارم ارائه بدم. ببینید آموزش میده. واقعا من به نتیجه رسیدم که بعضی وقتا سر کلاس من از بچه‌ها چیزی جدیدی یاد گرفتم. من کارامو دوست دارم و این علاقه برای من هر لحظه انرژی. هنوز که هنوزه خیلی چیزا رو دوست دارم که برام اتفاق بیفته. من فکر میکنم توی هر شغلی باید از اون لذت ببرم.